بینندگان عزیز، در شروع سال تحصیلی هستیم و جامعه‌مون در شرایط بسیار خاص و ویژه‌ای قرار گرفته، چرا که میلیون‌ها دانش آموز و دانشجو و معلم دارن وارد مدارس و دانشگاه‌ها میشن و حتما اینها روی جامعه تأثیر داره. در همین رابطه گفتگویی داریم با خانم مریم صنوبری. تشکر می‌کنیم از حضورتون، ضمن اینکه سلام می‌کنیم بهتون و امیدواریم که در این گفتگو بتونیم قسمتی از اون چی رو که در مدارس و دانشگاه های ایران این روزها اتفاق میفته بتونیم از شما سوال کنیم و به سوالات ما پاسخ بدیم. تشکر میکنم ازتون و با درود به دانشجویان و دانش آموزان و نسل دلیر و شورشگری که از ابتدای مهر پا به دانشگاه ها و مدارس گذاشتن و از فرصتی که به من دادینم خیلی ممنونم. خانم صنوبری، شما میدونید که در اول مهر حدود 20 میلیون دانش آموز، دانشجو، معلم و استاد وارد مدارس و دانشگاه ها میشن. فکر میکنید با توجه به وضعیتی که جامعه ما قرار داره ورود این میزان از معلمین و دانش آموزان و دانشجویان به مدارس و دانشگاه ها چه تأثیری روی جامعه داره؟ بله، در پاسخ به سوالتون باید بگم که ورود لشکرهایی از جوانای آگاه و شجاع به دانشگاه ها و مدارس، همونطوری که برای مبارزات اجتماعی مردممون، بسیار دلگرم کننده است. برای رژیم آخوندی باید گفت که یک کابوس و بسیار هراسناک و دلهره آوره، چون شاهدیم که حکومت آخوندا سعی میکنه که اجزای جامعه رو از هم دور کنه تا هر کس دنبال مشکلات خودش باشه، به نوعی درگیر مصائب زندگی، گذران سخت معیشت که تو این شرایط فاجعه بار اقتصادی باهاش روبرو هستند. مثلا الان هم که در مهر ماه داریم از دانشجوها و دانش آموزا صحبت میکنیم، دغدغه تحصیل، مخارجش، بعد حل تضادهایی که واسه خانواده هاشون داره، واقعا میدونیم کمر شکنه و از هان رو خلاصه رژیم درگیر مسائل صنفی کرده تا هر چه بیشتر بتونه مردم رو از همدیگه تفرقه بده و جمع نشن. به نظرم اگر از بعد دیگه هم به این مسئله نگاه کنیم، یعنی بعد سیاسی، رژیم با سرکوب و دستگیری هایی که در رابطه با این قشر انجام داده، وحشیگری هایی که پاسدارها به خرج دادن، میدونیم همه خبراشو، خلاصه سعی میکنه که این ترس و وحشت رو به وجود بیاره که هر گونه همبستگی، همدردی و این اتحادی که در بین این قشر به طور واقعی وجود داره ولی این بارز نشه. یعنی میتونم بهتون بگم که این روندی بوده که تا به حال طی کرده. بله. اما خب همجور که داریم میبینیم، جمع شدن میلیون ها دانش آموز و دانشجو و معلم، اساتید، فرهنگیان، اونهایی که با مهر به جامعه برمیگردند، بسیار برای رژیم ترس‌آوره. حالا چرا؟ فکر میکنم که همونطور که هممون میدونیم باید از قیام دیماه شروع کنیم، یعنی رابطه مردم و رژیم به نظر من در دیماه ورق جدیدی خورد. دیدیم که 142 شهر به پا خواست با یک حرف مشترک و با یک درد مشترک، چون نقش رژیم اینه که میگه تفرقه بنداز و حکومت کن، و ولی در دیماه یک مرتبه گویی که مردم خودشون رو دیدن، کسایی که شاید توی یک کوچه زندگی میکردن، توی یک خونه زندگی میکردن، همسایه دید همسایش هم کنارش داره شعار مرگ بر دیکتاتور میده، و همین حسی که بالاخره همه فهمیدن حرف یک چیزه، درد یک چیزه، کما این که الان در اخبار سیمای آزادی بارها دیدم که میگه الان امام جمعه های جنایتکار شهرها میان میگن که چی؟ اعتماد مردم به ما کم شده.
خب این به بیان دیگه یعنی چی؟ یعنی اعتماد مردم به خودشون و به همدیگه بیشتر شده. مردم به درستی در قیام دیدن که قدرت دارن و رژیم رو به شدت به وحشت انداختند، چرا که خب جامعهمون در یک وضعیت از طرفی فاجعه بار و انفجاری هستش. از وضعیت جامعه بخوام، البته که بینندگان سیمای آزادی بسیار بهتر از من میدونن، ولی بخوام بگم اون چیزهایی که دلهامون رو به درد میاره، واقعا اخباری که از فجایع اجتماعی میشنویم. به طور خاص مثلا من خودم این خبری بود، حتما به یاد دارین خودتونم، در رابطه با خودکشی اون جوون، خودکشی ها که علل عموم هستش، ولی مشخصا یک فاکتی بود سر یک جوون اردبیلی که آدم به چهرش نگاه میکرد واقعا چه دلیلی داشت بچه تو این سن بخواد به جای داشتن هزاران امید و آرزو برای آیندهش صحبت کرد از ناامیدی مطلق. یعنی همون که یادداشت گذاشته بود قبل از خودکشی. بله دقیقاً. و بعد از خودش فیلم گرفته بود و خداحافظی کرد از خانوادهش و دقایقی بعد دیدیم که خودش رو از ساختمون پرتاب کرد. بسیار دلخراش بود. البته موارد متعدد هستش از همین فجایع اجتماعی که بخشش تو اخبار و فضای مجازی منعکس میشه و ریشه در همین بدبختی، فقر، بیکاری که واقعا درد گریبانگیر اتفاقا همین جوانای این سن شده و مجموعه فشارهای اجتماعی که وجود داره و همش ناشی از حکومت دیکتاتوری آخونداست. چند روز پیش دوستی نامه‌ای نوشته بود که اتفاقا آوردم اینجا این فاکت رو براتون بخونم. میگه که از گرسنگی و نداری به نقطه‌ای رسیده ایم که برای کسی قابل باور نیست. فقط پول داشتم، دو عدد ماست خریدم، یکی برای مادر و یکی پدرم و خودم شکم گرسنه سر بر بالین گذاشتم. و این داستان هر شب برخی خانواده ها مثل ماست و اصلا تک مورد نیست، بلکه گریبانگیر همه جامعه همون شده. ای لعنت به آخوندا، ای لعنت به آخوندا. البته ناگفته نگذاریم که اون روی سکش هم همین قشر منفور آقازادهان که در مقابل چنین وضعیت اسفناکی از معیشت اجتماعی دست پرورده آخوندا هستن که اینم خودش بخشی از کارنامه کثیف این جنایتکارانه. از موضوعات دیگه‌ای که می‌خواستم از این فرصت استفاده کنم و بهش اشاره کنم، درد بیکاری این قشره. افرادی که با مدارج تحصیلی بالا یا بدون شغلند و یا در شغل‌های سیاه و درگیر درآوردن لقمه نونی که بتونن دیگه نه اینکه به تحصیلشون فکر کنن، فقط به معیشتشون و به گذران زندگی خود و خانواده‌هاشون فکر بکنن، که این وضعیت فاجعه بار رو بهتر از من خودتون میدونید. شما در بین صحبتاتون اشاره کردید که یک کار رژیم اینه که اجزا را از هم دور کند، جامعه را متفرق کند و درگیر مشکلات صنفی کنه. سوالم اینه که آیا همین نکاتی که گفتین باعث نمیشه که خیلی ها فکر کنن خب دیگه نمیشه کاری کرد و وضعیت همینه که هست؟ خب به نظرم باید گفت که تلاش رژیم همین بوده تو جامعهمون، چون اینا کارشون همینه، یأس‌آفرینی، ناامیدی، پاشیدن گرد مرگ و نابودی به کل وطنمون که جوانها چه بسا زنان، دیگه هر سمت ایران رو نگاه کنیم همین وضعیته. ولی الان به نظر من اون بخش مهمتر و فراگیرتر جامعه میره دنبال تغییر، یعنی تغییر حرف اول رو میزنه. این ظرفیت تو جامعه ما بوده، امروز دنیا داره بهش گواهی میده، چون که قیام 96 پرچمی رو بلند کرد که مردم چی گفتن؟ گفتن ما این رژیم رو نمیخوایم و این
برای هر عنصر آگاه و دردمندی و امروز که صحبت از دانشجوها و فرهنگیان داریم میکنیم یک پیام داره به نظر من. این پیام همون پیام خواهر مریم، یعنی میتوان و باید. میتوان و باید به این وضعیت شورش کرد. این نسلی هستش که صف اول اعتراض رو تشکیل داده به دلیل جنایت‌های همین رژیم. شاید نگاه کنیم فکر کنیم که حتی اولین قربانیان این رژیم همین نسل‌هایی هستن که یکی یکی میان و سرنوشتشون در این رژیم با همین وضعیت فلاکتبار داره رقم میخوره. ولی به نظر من این نسل اثبات کرده که راه حل داره، ناامید نشده، در بن‌بست نیست، حرف داره برای زدن، پیشتازانش رو داره. وقتی که خود رژیم میگه 30% دستگیری های قیام دانشجوها و دانش آموزا بودن، خب یعنی چند هزار دانشجو و دانش آموز از بین این 100,000 شرکت کننده تو تظاهرات دستگیر شدن. شرکت فعال این قشر شجاع توی قیام ها خودش یک پیامی داره و مهمتر از اون در ادامه نقش چشمگیری که در فعالیت های کانون های شورشی شاهدیم که همین جوان ها ایفا کردند. میگیم کانون شورشی، خب یعنی یک هسته مقاومت انقلابی که متکی به یک نیروی پیشتازی. این کانون بدون ارتباط که معنی نداره. خط کانونای شورشی هم برای پاسخ به همین نیاز مبارزمون بوده. شما از کانون شورشی صحبت کردید. سوالم اینه که خب مثلا در دانشگاه یا مدرسه این کانون شورشی به چه شکل خواهد بود و چه ارتباطی داره با محیط آموزشی؟ اجازه بدین الان که میخوایم از کانون ها صحبت کنیم به پیام خواهر مریم اشاره کنم. در مهر امسال که خواستم براتون چند جملهش رو بخونم. بله خواهش من. بازگشایی مدرسه ها و دانشکده ها نیروی تازه‌ای به قیام ها و جنبش اعتراضی اضافه می کند و می تواند رژیم پوسیده را به محاصره درآورد. برای ادای دین به هموطنان محروم و ستم زده، به خصوص کودکانی که در این رژیم قربانی شده اند، برای استمرار قیام ها و برای آزادی ایران از اشغال آخوندها به پا خیزید. کانون های شورشی را در مدرسه ها و دانشگاه ها گسترش دهید. هر مدرسه را یک کانون شورشی، هر دانشکده را یک کانون شورشی و هر شهر ایران را یک شهر شورشی کنید. آزادی و پیروزی در دستان شماست. بله، مهمترین موضوع همینه که یک زمان و مکان جمعی فراهم شده به اسم کلاس، مدرسه، دانشگاه. خلاصه جمعی که به هم اعتماد دارن و این به نظر من یکی از اصلی ترین موضوعات نفرات دوستند، صمیمیان با هم میتونن برن کوه، ورزش، اعتراض کنن، شعار بدن، حقشون رو بخوان، حتی شعار نویسی بکنن، هر کار دیگه‌ای که خلاصه اینا میتونن با هم انجام بدن و در همین ظرف سازمان بدن و کارشون رو پیش ببرن. یعنی میخوام بگم که ملای آماده است که میتونن توش حمایت بکنن از اعتراضات سایر اقشار جامعه، مثل معلمان زحمتکش، از جمله کارهایی که کانونای شورشی میکنن، شوراهای مقاومت در مدارس و دانشگاه ها، و روز به روز این فعالیت ها رو ارتقا بدند و از این فرصت استفاده کنند. بگذارید لحظه خودم رو هم بگم که به طور واقعی زمان کم داریم و باید که این ایام رو براش برنامه ریزی کرد و بهش پرداخت. جامعه همونم که به خاطر شرایط بسیار وخیمی که داره و در یک کلمه آدم بخواد بگه واقعا یک روزهای انفجاری هست، پس وقتشه که ناباوری‌ها رو کنار بذاریم
و ایمان بیاریم که زمان زمان برخواستنه، همونطور که خواهر مریم هم در پیامشون گفتند، باید تأثیر خودمون رو داشته باشیم در مقابل مزدوران رژیم، در هر لباسی که هستن جلوشون بیستیم و حقمون رو بخوایم که همون آزادی و حاکمیت مردممونه. به نظرم قدرت اصلی در همین جمعه. با درود به این جمع، جمعی که یک دل و همدرده، و انشاءالله که در ایامی که پیش رو داریم به همین موفقیت ها دست میابیم. ملا یک بار دیگه تشکر میکنیم از حضورتون در این گفتگو. اگر وقت بیشتری داشتیم خوب بود که ادامه میدادیم. امیدواریم در گفتگوهای آینده بتونیم جنبه های دیگری رو از وضعیت دانشگاه ها و مدارس و وضعیت دانش آموزان و دانشجویان و فرهنگیان برای بینندگان عزیز توضیح بدیم. یک بار دیگه تشکر میکنیم و موفق باشید. تشکر میکنم منم از فرصت.